سلام به دوستان و همراهان کانال پارسی تیوی. با خبر شدیم که مهران مدیری علی‌رغم ممنوع الخروجی توسط دادستانی کشور از مرز هوایی ایران خارج شده. با ما همراه باشید تا جزئیات این خبر رو براتون بازگو کنیم. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. مهران مدیری که پس از رویدادهای اخیر با انتشار ویدیویی از پایان ضبط دوره همی خبر داد، طی صحبت‌هایی به شدت ناراحتی خودش رو از سرکوب مردم بیان کرد و گفت: کدوم دوره همی؟ کدوم خوشحالی؟ من به عنوان سازنده، طراح، مجری و کارگردان این برنامه اعلام میکنم که حتی نمیخوام یک فریم از تصاویر من به هیچ بهانه‌ای در هیچ شبکه‌ای پخش بشه. این حق منه و من دیگه اینو نمیخوام. این تنها کاریه که از دست من برای مردم برمیاد. لااقل این فعلا تنها کاریه که برای مردم کشورم میتونم بکنم. لطفاً هیچ تصویری در هیچ شبکه‌ای از من پخش نکنید. دور همی مال حال خوبه. با دور همی نمیشه حال مردم رو خوب کرد. لطفاً خوشونت نکنید. به حرف مردم گوش کنید. ببینید مطالباتشون چیه. همه کسانی که در این درگیری ها حضور دارن در یک وطن زندگی میکنن. در یک شهر زندگی میکنن. از یک خونه هن. او در ادامه به همه خانواده های داغداری که طی این حوادث عزیزی را از دست دادن تسلیت گفت و ادامه داد: ما خودمونم با این همه تلخی داغداریم و امیدواریم بتونیم این بحران و این خشم رو با درایت بگذرونیم که اتفاقات بدتری نیفته. اما چند روز پس از این صحبت‌های مهران مدیری و واکنش او، شبکه نسیم دور همی رو به بهانه حمایت او از اعتراضات مردمی از جدول پخش خود حذف کرد و طی بیانیه اعلام کرد که ساعت و زمان پخش جدیدی برای این برنامه در آینده اعلام خواهد شد. این در صورتی بود که تاریخ پخش دوره همی قبل از این اتفاقات بعد از پایان ماه صفر بود. در این هیاهو زمزمه های ممنوع خروج شدن مهران مدیری هم در اذهان عمومی شکل گرفت که گویا این صحبت ها واقعیت داشت. در نهایت مهران مدیری دیشب علی‌رغم ممنوع خروجی توسط دستگاه قضا از مرز هوایی کشور خارج شد و این قضیه بازخورد خیلی جنجالی داشت. با محبوبیتی که مهران مدیری در اذهان عمومی داره باید دید آیا مهران مدیری هم به جبهه علی کریمی و مردم میپیونده یا این فرار فقط صرفاً برای رهایی از ممنوع الخروجی بوده. اما مهران مدیری متولد 18 فروردین 46 در تهران، بازیگر، کارگردان و مجریه. دانشگاه رو به خاطر حضور در جنگ تحمیلی ناتمام گذاشت و سپس بعد از جنگ تحمیلی کارش رو با تئاتر شروع کرد. با کارگردانی درخشید و حالا قدرتمندترین چهره سیاسی فرهنگی ایرانه. جالبه بدونید مدیری سید هم هست و دکترای افتخاری از دانشگاه لیبرتی آمریکا هم داره. مدیری تو شهر تهران به عنوان آخرین فرزند یک خانواده با اصالت عراقی به دنیا اومده و دو برادر بزرگتر از خودش داره. پدرش کارمند وزارت نیرو و هنردوست بوده و مادرش خانه‌دار. برادر بزرگترش پیانیست قابلی و برادر دومش نیز نقاشه و در سوئد زندگی میکنه. در کودکی شر و شور نبود اما بسیار کنجکاوی میکرد و به طوری که در غیاب برادرش به اتاق او میرفت و تمام کتابهای نقاشیش رو زیر و رو میکرد. اولین تئاتر زندگیش رو در دبستان تجربه کرد و با همان نقش نشان داد هنر در خونشه. سال 62 در 16 سالگی تئاتر حرفه‌ای خود رو زیر نظر کارگردانهایی چون قطب الدین صادقی و میکائیل شهرستان شروع کرد. سپس سال 68 وارد رادیو شد. او مدت 6 سال کنار کار تئاتر گوینده برنامه رادیویی داستان شب بود. سال 72 وقتی 26 ساله بود به عنوان بازیگر در مجموعه نوروز 72 به کارگردانی داریوش کاردان کنار علی عمرانی و فریبا متخصص برای اولین بار دیده شد. سپس با سریال پرواز 57 در آمد کارگردان و بازیگر سر زبان ها افتاد. یک سال بعد با مجموعه ساعت خوش به اوج شهرت رسید. مدیری تو سال 69 وقتی 23 ساله بود ازدواج کرد که ثمره این زندگی یک پسر به نام فرهاد متولد 70 و یک دختر به نام شهرزاد متولد 75.
توی فضای مجازی از همسر مهران مدیری عکس‌های زیادی منتشر شده، اما واقعیت اینه که عکسی یا حتی ویدیویی از همسر مهران مدیری هیچ وقت توی هیچ رسانه‌ای دیده نشده و همه عکسایی که توی فضای مجازی می‌بینید طرفداران مدیری هستن. همسر آقای مدیری فارغ التحصیل رشته هنر و ادبیات، خانه داره، برای خودش می‌نویسه و هیچ وقت دغدغه انتشار نوشته‌هاش رو نداشته. اسم پسرشون فرهاد رو هم مادرش انتخاب کرد. بعد از این آقای مدیری خیلی از این اسم توی شخصیت‌های تلویزیونیش استفاده کرده. همونطور که گفتیم فرهاد متولد سال 1370، تحصیل کرده هنرستان موسیقیه که دانشگاه رو خارج از کشور گذرونده. حالا یه گروه موسیقی داره و اغلب در کارهای پدرش به عنوان آهنگساز هم حضور داره. اما دخترش فارغ التحصیل رشته طراحی لباسه، علاقه به بازیگری نداره و چند سالیه به همراه دوستانش یه برند طراحی لباس به نام لورلای رو داره که 0-100 طراحی و دوخت رو به عهده دارند. مدیری تو سال 2009 در مقاله نیوزویک به عنوان 20 فرد قدرتمند ایرانی از نظر فرهنگی و سیاسی معرفی شد که رابطه بسیار صمیمی با جواد ظریف هم داره. در 4 شهریور 95 در نشست خبری اولین فیلم خود به نام ساعت 5 عصر در هتل هما به سوالات خبرنگاران پیرامون فیلم جدید خود پاسخ داد. طی این نشست او اقدام به سیگار کشیدن کرد که این کارش واکنش گسترده‌ای رو در پی داشت. اون از بازیگران سیگاریه که هیچ وقت حاضر به ترک سیگار نیست. دانشگاه لیبرتی آمریکا به پاس فعالیت‌های هنری و انسانی مدیری طی مراسمی در 21 تیر ماه 90 در لس آنجلس مدرک دکترای افتخاری به وی اهدا کرد. اما مدیری به علت ضبط سریال قهوه تلخ نتوانست در این مراسم حضور پیدا کنه، اما دکتر رونالد به نمایندگی از وی این مدرک رو دریافت و حمید سلطانی در ایران به او این مدرک رو رسوند. آقای مدیری ماشین‌باز حرفه‌ای هم است و به گفته دوستانش هر ماه یکی دو تا ماشین عوض می‌کنه و کلکسیونی از ماشین‌های لوکس رو هم داره. به گفته خودش سال 66 تا 68 رو برای گذراندن خدمت سربازی تو جبهه بود. در عملیات مرساد و حلبچه حضور داشته و از راه دور به دشمن سنگ می‌زده. یه مدت هارپیچی زن بوده و چند ماهی هم راننده آمبولانس. در جبهه هم هر کاری از دستش برمی‌اومده انجام می‌داده. سال 65 تو جبهه برای رزمنده‌ها تو سنگرها نمایش هم بازی می‌کرد. مهران مدیری با مجموعه دورهمی از نوروز 95 وارد شبکه نسیم شد. محبوبیت این برنامه در صدا و سیما به حدی رسید که بر اساس نظرسنجی‌ها بیشتر از 90 عادل فردوسی پور و خندوانه رامبد جوان مخاطب داشت. در نهایت این برنامه گفتگو محور تو سال 99 بعد از نزدیک به 4 سال به کار خود پایان داد و از سال 1400 این برنامه به مسابقه رباتی تبدیل شد. مسابقه‌ای که الان هم به وضعیت نامعلومی رسیده. نظر شما در این رابطه چیه؟ لطفا نظراتتون رو راجع به این حرکت مهران مدیری پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.